خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان را از نیو مکسیکو با خود داریم. آقای پشتون اعتراض در قلب قدرت طالبان و در واکنش به سیاست مدرسه سازی گروه طالبان را چگونه میبینید؟ بله، اول سلام بر شما، سلام بر شنوندگان محترم شما. جالب است که 20,000 مدرسه در 3 سال گذشته توسط رهبری طالبان در افغانستان به وجود آمده. بر علاوه که 20,000 مدرسه داریم، حال یک جایی که در از جمهوریت مانده، از دوری جمهوریت مانده، که تقریبا چند صد نفر یتیما که در این پرورشگاه چی میشن پرورده میشوند، اینا را میخواین بسته کنن و او را به یک مدرسه تبدیل کنن. حالا که همگی ما و شما خبر داریم که این یتیما در جریان 20 سال جنگا والدین خود از دست دادن، حالا اینا بی سرپرست هستن، نه از خدا ترس است نه از بنده ها، که در این شرایطی که از اه یتیم هر کس میترسه، چون یتیم یگانک وجودی هستند در ذات انسان که صدای او را خدا جل شانو زودتر میشنوند، چون بدون والدین هستند. یعنی به این معنی هستند که طالبا نه از خدا ترس داره و نه از بنده ها ترس دارند، بازم کارهای خود پیش میبره، هر چیز برای خود جایز میدانه. این یک عمل وحشیانه هستند، بر علاوه که دیگر اعمال هم کردن، لیکن این عمل قابل تحمل نیست، نه برای مردم قندهار و نه برای این بچای بی سرپرست. خب این اعتراض نشان می دهد که نارضایتی مردم از تداوم چنین اقدامات بسوی طالبان باعث خشم مردم شده و شدیدتر و گسترده هم می شود. ببینید، ما یک چیزی که می گم هستن که طالبا یک قشر خیلی ظالم، خیلی پرتشدد و هر کار با ما گفتی افغانا که مگس به توپ می زنن. این بیچاره مردم خلی سالا، مردم بی اقتصاد، مردم بی دست و پا در مقابل این ظالم ها چی قدم میتونن؟ فقط یک صداست او را شاید بلند کنه، من نمیگم، لیکن طالبا کش گوش به صدا بدن. اگر گوش به صدا میداد، مکتبای دخترانه را بعد از سن 6 چرا اجازه نداد؟ در کدام قانون اسلام گفته که زنایتان دخترایتان، البته حجاب گفته لیکن مکتب نرفتن نگفته. پس این اشتکا، این دارالیتام که به صدها نفر یتیما را اینجا پرورش میدین، اونا را کی صدایش گوش بکنن؟ بدون این که نمی تلویزیون ها و یک چند نفر سیاسیون صدایشان را بلند کنه و ظلم این انسانایی که سر افغانستان 3 سال میشه که وارد شدن، و اینا را باید صدایش خفه بکنن و اینا را باید مجبور بکنن، زیر فشار بیارن، جهانی ها باید زیر فشار بیارن که اینا از همین کارهایی که نه انسانی هستن و نه بین‌المللی هستن از همین کارها پرهیز بکنن. خب حالا فشار و محدودیت طالبان ظاهرا از با خانم ها و دختران به بعد دامنگیر یتیمان هم شده، چه آینده ای را در پیش خواهند داشت با توجه به اینکه اگر چنین اقدامی عملی شود؟ کاش یک کار می بود. ببینین تلویزیون هایی که یک دستاورد خیلی بزرگ 20 ساله بودن، اونا را این دو ماه وقت داده بسته می کنن. دارالیتام ها را همگی به مدرسه ها تبدیل می کنن. هر کس می فهمه که دارالیتام سنایشان از 18 سال کم است. وقتی از 18 سال کم است، همگی اعتمای دوری جمهوریت هستند و دوری جمهوریت اینا مسلمان نمی دانن، افغان نمی دانن، اونا را اصلا خارج از انسانیت می دانن. پس طالبا به خود حق می دن که نه دخترها را اجازه تعلیم بدید و نه ای پرورشگره ها را. ما یقین دارم که این شروع است که از قندهار شروع کرده، سبا و دیگه سبا خواهد شنیدی که در کابل هم بسته می کنن، در دیگه ولایت هم بسته خواهد کردن. این کاری از کن که اینا نه بر یتیم عقیده داره، نه از نگاه دینی، نه از دینای از نگاه انسانی برایشان احترام قائل می باشن. من یقین دارم که این یتیمای بیچاره که یک چند صنف درس می خانه، یک لقمه نان برایشان اماده می شوند، یک جای بودباش برایشان می باشن، اینا را محروم می کنن و همه گیره پس معرفی میکنه به اجتماعی ظالم که در اونجا نه کار است، نه نان است و نه درس است. طبیعی است که از این بچه ها همه که یا هیروینی جور میشه، یا تروریست ها جور میشه، یا به یک کارهای غیر انسانی و غیر قانونی داخل میشه. متاسفم. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان، ممنون حضورتان.